بله دوستان عزیز، در این بخش برنامه ما استاد شاداب سروری را با خود داریم و موضوع بحث ما سخنرانی انگیزشی است. بیشتر با خود آقای سروری صحبت می داشته باشیم. سلام و صبح شما بخیر آقای سروری. سلام صبح شما بخیر. مردم شهر بخوشید، هرچه دارید و ندارید بپوشید و برقصید، که امروز سر هر کوچه خدا هست. به دیوار دل خود به ایمان و تواضع بنویسید، نه یک بار نه ده بار که صد بار، خدا هست خدا هست خدا هست. عرض سلام احترام دارم خدمت شما، خدمت داستانکاران و برنامه ما، همچنان خدمت همه بیننده های عزیز. امیدوارم یک صبح خوب و خوشی را در لباس عافیت، در کنون گرم خانواده و در فضای صفا و صمیمیت آغاز کرده باشند و همیشه موفق و پیروز سروران باشند. تشکر، بسیار زیاد خوش آمدین آقای سروری. یک از فعالیت هایتان میشه یک معلومات عمومی بدین، به خاطر که ما اینجا فعالیت هایتان را گرفتیم. ماشاءالله اینقدر زیاد است که ما در کل گفتن نمیتونم، باید خودتان بگین. تشکر، لطفتان است. احمد شاداب سروری هستم، رئیس آموزشگاه عالی حقجویان، مرکز تغییر افکار اندیشه و آکادمی سخن نخبگان سروری، بنیاد حقجویان و مسئول کیفیت و مدیر برنامه های لیسه خصوصیات و همچنان مدرس فن بیان انگلیسی و موضوعات سخنرانی انگیزشی دیکلمه. همچنان کمتون فعالیت هایی در شفاخانه مولجوی رحمان هم داریم. بسیار عالی. آقای سروری، میشه بگین که چه مدت زمان میشه که شما در عرصه سخنرانی انگیزشی فعالیت دارین و چه وقت است که فعالیت میکنین در عرصه؟ تقریبا بیش از 3 سال میشه که روی موضوع سمینارهای انگیزشی فعالیت داریم. سمینارهایی که در ساعات مختلف در ولایت های مختلف هم برگزار گردیده، تقریبا 115 سمینار حضوری ارائه کردیم که دوستان لطف کردن، تشویق کردن و هنوز هم سمینارها ادامه داره انشالله. بسیار خوب. و این سخنرانی انگیزشی شما کدام موقع ها تدریس میکنید و شاگرد ها و بیشتر کدام افراد به این سخنرانی انگیزشی علاقه مند است؟ فعلا که میبینیم جامعه امروز ما خیلی مردم علاقه مندی پیدا کردن به موضوعات انگیزشی، انگیزه، سمینارها، رقابت ها، جشنواره ها. ساعات تدریسی ما هم نایه 15 هست، چون آموزشگاه ما در همون موقعیت هست و همونجا تدریس میکنم. بسیار خوب. و چه اهمیت داره سخنرانی انگیزشی؟ و خودتون تا هنوز چه فایده های از این سخنرانی انگیزشی گرفتین؟ یکی از خاصیت و فایده های خوب سخنرانی انگیزشی همی است که هیچگاه فرد خودش بی انگیزه نمی سازه. یک فرد از زندگی دلسرد نمی سازه. یک فرد ناراحت نمی سازه. هر زمانی که ما ناراحت باشیم، ولی زمانی که انگیزه داشته باشیم، خود به خود دوباره راحت میشیم، دوباره یک امیدی بر زندگی پیدا میکنیم و هیچگاه فکر نمی کنیم که زندگی چی مشکلاتی با خود داره. همیشه فکر میکنیم که ما زندگی که داریم باید سهولت هایی به وجود بیاریم، راحتی هایی رو به وجود بیاریم، یا به نحو زندگی بکنیم، چون خدا متعال خواسته ما به دنیا آمدیم از ثانیه زندگی خود لذت ببریم. انگیزه که سخنرانی انگیزشی دارن همی است که از ثانیه زندگی خود با لبخند استفاده میکنن. یکی از خاصیت های خدا البته این است که هیچگاه البته ناراحت نمی باشم، یعنی کوشش میکنم که در هر صحنه زندگی که هر جایی که باشم لبخند به لب داشته باشم. حتی قانون بر زندگی ما گذاشتیم بر ساعت کاری ما که اگر دوست ما ناراحت بود کامت ما برش یک مقوله گذاشتیم، عید تبریک، یعنی فضا تغییر بده. اگر ناراحت هم هستی تبدیل کن فضا تغییر کرده، چون ما میخوایم از زندگی لذت ببریم. برای یک دو یا ده روزی که هستیم ما باید امید خوبتر بر زندگی کردن، انگیزه خوب بر زندگی کردن داشته باشیم. بسیار خوب. فرق بین یک فرد با انگیزه و بی انگیزه چی است؟ واژه انگیزه خودش جدا کننده برنده و بازنده است. افرادی که انگیزه مثبت دارن، افرادی که انگیزه دارن، افرادی که انگیزه بالای خوب دارن برنده هستند. اما افرادی که انگیزه ندارن یا انگیزه منفی دارن اونا بازنده هستند. اگر امروز ببینیم ما یک کار شروع میکنیم، فکر کنید که من میگم که من میتونم، واژه من میتونم فقط به زبان یک میگم من میتونم، خودش برای من انگیزه میده که توی کار میتونی که انجام بدی، تشویق میکنه خودم. من بارها وقتی تکرار بکنم بخوام نخوام او کار انجام میدم. اما افرادی که توانایی هم دارن، جرأت هم دارن، همه چیز دارن، ولی میگن که من نمیتونم، من ضعیف هستم، من ناتوان هستم، من انگیزه می کار ندارم، اونا اصلا هیچ وقت برنده شدن نمیتونن. بسیار خوب. خب استاد شاداب، میشه بگوین که چی ویژگی های یک فردی که باید سخنرانی انگیزشی را یاد بگیره و بخواه خوب با انگیزه باشه و چی ویژگی ها را باید اول در خود داشته باشه؟ فعلا که میبینیم در بخش انگیزه یا هم سخنرانی های انگیزشی خیلی دوستا به مکان های مختلف میرن که فرا بگیرن، یاد بگیرن. اما نکات خیلی مهم و ارزنده هم هست. پیش از اینکه ما بریم
بر شروع یک کار آن پیش کار یا آمادگی یا مقدمه داشته باشیم. افرادی که میخوان یک سخنران انگیزشی خوب باشند، یک سخنور انگیزشی خوب باشند و سخنرانی های خوب داشته باشند که جلب مخاطبین بکنند، اول خود سرشار از انگیزه مثبت بکنند، با مطالعه، با تحقیق، با شازیستن، با یک روحی بالا، با یک روال خوب زندگی کردن، خود اول سرشار از انگیزه بسازن که دیگران را باز بعدن بتونن تشویق بکنن. بعد از اون ما میتونیم که تمرین خودی داشته باشیم. افرادی که میگن که ما میخوایم سخنور انگیزه شیم، شما باید یک برنامه ایجاد بکنین که هر لحظه خودتون انگیزه بتن، تشویق باشه، یا مثلا برنامه کاری هست، روزمره با دوستانتون هست، هر رقمی که هست شما یک برنامه داشته باشین که هر روز اونمو انگیزیتان بالا بالا بره تا شما بتونین که در بعدن با دوستانتون هم همکاری داشته باشین. دیگه باید ما یک دوستان خوب داشته باشیم. دوست ما تنها این نیست که افراد روی زمین باشن. میتونیم دوست ما کتاب انتخاب کنیم، کتاب های انگیزشی، میتونیم که سایت های انگیزشی رو انتخاب بکنیم، میشه دوست های هم انتخاب بکنیم که واقعا مثبت باشن. ما باید در زندگی با دو چیز دوست شیم، یا کتاب یا دوست خوب. بعد وقتی باید که از ما خوب دوست میشیم، خوب عادت خیلی خوبی رو با خود میگیریم، هر روز رشد میکنیم. پس به خاطر بالا بردن انگیزه ما و بالا بردن انگیزه خود ما و جامعه ما، نیاز به این است که ما یک دوست خوب و یک کتاب خوب داشته باشیم. و همچنان تمرین خودی هست، اما مکانانی هم که تدریس میکنن باید یک سلسله موارد در نظر بگیرن. جایی است که تدریس میکنن در هفته دو روز، امکان نداره ما در دو روز یک نفر در یک ماه 8 روز بفهمانیم که یک سخنور شوند. نه خیر، حداقل ما در یک بسی 45 روزه یا 3 ماه زیاد که رخصت داشته باشیم، حداقل فقط روزهای جمعه، اما هفته دو روز تدریس میکنن، اصلا نمیفهمه چی میگن. خود فرد هم اصلا وارد مرحله نشده، نمیفهمه که آگاهی در مورد موضوع نداره، اما در تدریس میکنه یا مثلا موضوعات را میکنه. به این خاطر او از دوستای ما که میرن یاد میگیرن، یک دوره را میخوانن، بعدش میگن که ما درست نتیجه نگرفتیم یا موثر نبوده، ناراحت نباشن. افراد مثبت دیگر را پیدا بکنن که اونا رشد پیشرفت بده. آها، بسیار خوب. آقای سروری، مثلا وقتی که یک فرد میخواد از سخنوری انگیزشی را باید از کجا شروع کنه؟ دقیقاً از کدام کتاب ها شروع کنه؟ کتاب های زیادی در بخش انگیزشی هست. یک کتابی که 101 واژه انگیزشی است، میتونن انتخاب بکنن کتابی که در خود کشور ما جناب دکتر سیبای بزرگوار نشته میکنن، از اونها استفاده میکنن. خیلی کتاب های موثر و مهم هست. و چند کتابی که بیشتر و دوستان پیشنهاد میکنم، کتاب مانند لطفا گوسفند نباشید، کتاب مانند یادداشت از طرف خدا، 101 واژه انگیزشی، کتاب هایی هست که هر زمانی که ما بخونیم زندگی ما رو تغییر میده. بسیار خوب. فرق سخنرانی ارزشی، سخنرانی انگیزشی و دیگه سخنرانی ها چی است؟ چون ما سبک های مختلف در سخنرانی داریم، انگیزشی هست، احساسی هست، تمثیلی هست، یا هر نوع دیگه که هستن، ولی انگیزشی امروز برد بالایی داره، یعنی علاقمند بیشتر داره. به خاطر چی؟ تغییر زندگی را به خود داره. ما افراد را میبینیم که دپرشن یا افسردگی دارن، ناراحت هستن، دلتنگی دارن، قسم و قسم مریضی ها دوچارشان شده، ولی یک دو بار در یک دو سیمینار وقت تشریف میارن، دیگه اون مریضی ها مکمل گم میشه، چون تغییر زندگی برش رخ میده. یکی از دوستا بود، همه روزه کارش یا در برق خدا بتی، یا از زینه خدا بنداز، یا زیر موتر بنداز، یا پل بزن دسته، همین کار روزمریش در کل بود. اما در یک دو سیمینار اشتراک کرد، سیمینار انگیزشی بود، آخرین سیمینار هم که اشتراک کرد که بعدش تغییر کرد، سیمینار رهایی از افسردگی بود. زمانی که از رفت و بعدش که دیدم یک فردی که اصلا میگه من زندگی ندارم، من به درد نمیخورم، من هیچ نیستم، حالا صنف 10 یا 11 مکتب است، خود دکتر خطاب میکنه، دکتر فلانی، ما به دکتر بگوییم، دکتر فلانی بگوییم، نگوییم نام خالی برام. تغییر کرد ذهنش، فکرش تغییر کرد، زندگیش تغییر کرد. پس اینجا سخنرانی های انگیزشی فرق شمیز که طرف دار نسبت به دیگه سخنرانی ها بیشتر دارن، چون همین سیمینار های انگیزشی که برگزار میشه شما میبینید که تجمع خیلی از مردم هست، خیلی مردم به شوق اشتراک میکنن، ولی اما سبکای دیگه هم علاقمنده خود دارن، ولی نسبتا به انگیزشی کمتر پوینت هست. بسیار خوب. با چه مدت زمان میتونی سخنور انگیزشی شویم یا که یاد بگیریم و به مو دنیا وارد شویم؟ البته پشت کار خودم فردم مهم است. پکیج ها و بحث هایی که ما آماده کردیم بخاطر تدریس فن بیان و سخنرانی، یک فرد میتونه در 3 ماه
در 45 روز یک برنامه مقدمه یا فصل پایین یا عمود درجه اولش هست، برنامه بعدی 3 ماه است. در 45 روز و 3 ماه میتونیم یک سخنور خوب باشیم، البته زحمت بکشیم، پشت کار داشته باشیم، تنها اکتفا به این نکنیم که استاد داخلشون برای ما یک درس داد، این کفایت میکنه. نه خیر، یک سخنرانی که میخواد سخنرانی بخونه سخنور شود، یک دیپلماتوری که میخواد دیپلماتور شود، تنها درس استاد داخلشون کفایت نمیکنه. خودت باید پشت کار داشته باشی. اگر استاد برات میگه سخنرانی 2 دقیقه اومده، که تو باید 5 دقیقه اومدیش بکنی، 10 دقیقه اومدیش بکنی، چون برده باید باشی، تغییر باید از خودت باشه. نه اینکه بگم استاد فرق برام 2 دقیقه گفت 2 دقیقه کفایت میکنه، نه، تو باید 4 5 10 دقیقه بسازیش تا برنده نسبت به دیگران خوب تر باشه. آها، بسیار خوب. و اینجا لوح تقدیر رو میبینیم از آقای سروری، میشه در مورد لوح تقدیرتون هم بگوین که از کجاها به دست آوردین و با کدام مناسبت ها؟ آقای عادل‌زاده زحمتش میکشه و در مورد اینا بگوین. اولین خوب تقدیرنامه اول که در جشنواره سخنوری و دیپلماتوری هست که در امی ساعت نزدیک اشتراک کرده بودیم، تقریبا یک چند ماه پیش بود و تونستیم که صاحب لوح تقدیر شیم. آها، بسیار خوب. میگم مشت نمونه خروار است. ده. البته ما کلش نشان دادن نمیتونیم به خاطر که خیلی زیاد است و در مورد تقریبا 4 سال پیش، زمانی که 4 الی 5 سال پیش بود، در یک صنف انگلیسی بود، یک تقدیر نامه دارم. خیلی خوب. همچنان اسناد دیل یا دیپلم ان انگلیش لنگویج. بسیار خوب. کدام اینا خیلی خاص است براتون؟ کدام اینا خیلی خاطری خوبی دارید؟ البته تمام از اینا خاطره هست. ما زمانی که لوح تقدیر یا تقدیر نامه به دست میاریم، هر پشت هر کدامش یک خاطره نهفته است، پشت هر کدامش زحمات نهفته است تا بعد ساوردیم. البته خودت میفهمین که تقدیر نامه یا تحسین نامه هر کس به هر کس نمیده، تو یک زحمت در کل نکشید. خیلی خوب، خیلی خوب. خب آقای سروری، اگر از شما یک اجرای سخنرانی انگیزشی داشته باشیم چطور میشه؟ خب اگر آمادگی دارین ان شاء الله که مشکل نیست. پس بفرمایید. دوستای عزیز، یک چیز در زندگی ما که بیشتر متوجه میشیم، اوید از دوستای ما که فکر میکنن دنیا زحمت کشی فقط به یک بار است، کاملا اشتباه فکر میکنین. دوست عزیز، اگر ما زحمت میکشیم و میخوایم رشد بکنیم، باید پشت کار بیشتر داشته باشیم. اگر موفقیت در قدم اول به دست میومد، تلاش کردن دیگه لذتی نداشت. ببینید، زندگی ما مانند زندگی زرافه هست. زمانی که زرافه چوچی خود به دنیا میاره، نه به دنیا آمده، او اصلا نمیفهمه از کجا آمد، کی هست، چرا به دنیا آمده. مادرش یک لگد بر از او میزنه، یک لگد بر از او وارد میکنه به کمرش، او درد حس درد میکنه، چون نه به دنیا آمده. این لگد اگر وقتی بخور درد حس میکنه، تا زمانی که درد از این تمام نشده، مادرش لگد دومه به او وارد میکنه، درد بیشتر احساس میکنه. اگر اونمو چوچی زرافه حرکت نکنه، لگد سوم چهارم پنجم میخوره، با این اساس لگد سوم چوچی زرافه استاد میشه میخواه حرکت بکنه، تا زمانی که استاد شد و مادرش لگت چهارم بر از او وارد میکنه، او به زمین میخوره. در لگت پنجم خود زرافه چوچی زرافه میده و حرکت میکنه، بعد طرف میره، پس دوباره مادرش بر میگرده، او را در آغوش میگیره و بوسه میکنه. داستان چی معنی میتم؟ زندگی ما مانند مادر زرافه هست. هر ضربی که میخوریم به معنی عزیز که باید حرکت بیشتر بیشتر داشته باشیم، نه اینکه وقتی لگت خوردیم افتادیم دیگه حرکت نکنیم. برنده کسی است که بعد از هر افتیدن یک حرکت دوباره قوی داشته باشه. ببینین، پول انسان ساخته، درست؟ این پول یک کاغذ است، فقط یک ارزش پولی داره برای ما. این پول انسان ساخته، ولی انسان با این پول هیچ کاری نکرده، ولی این پول با انسان خیلی کارها کرده. با این پول، به خاطر این پول، برادر بالای برادر پلان میسنجه. بالاخره امیل لحظه در کشور ما افرادی هستن که به نام دزد، البته اونا هم که مشکل نداشتن دزدی نمیکنن، شک نیست، دزدی میکنن، سر رای گامتنا خود را میگیرن، بخاطر یک موبایل چاقو میزنن. ببینید که پول چی هست. شما که فکر میکنین موفق نشدین، شما که فکر میکنین موفقیت از آن شما نبوده، و شما که فکر میکنین که توقف باید بکنین دیگه پیش نرین، فقط به این مثال متوجه باشین. خدا نخواست نمیخوام به حرمتی و ناسپاسی در مقابل ارزش های پولی افغانستان باشه، فقط میخوام به عنوان مثال. این پول چند است؟ صد افغانی است. فرض کنید که نمی از پیش ما با دوستم دست اندازی کردم، پاره شد، پیش دکان باره چند میگیریش؟ پایین تر شاید بگیره،
یا که همون صد افغانی پس میگیرم. دوباره وقتی پلاستر میکنیمش؟ پلاستر کنیم پس همون صد افغانی هستم. بله. این پول من نمیخوام بیشتر خودم خواسته به حرمتی چیز باشه. اگر هر قدر فقط ارزش برسشون هر قدر که پارش بکنیم دوباره پلاستر بزنیم دوم دکان دوباره اونم چیز. همون چیز است بله. هیچ تغییر نمیکنه. چهار توتی دیگه هم بکو پلاسترش بکو دکان داره بته با خدا صد افغانی پورا مکمل میگیره. بله بله. انسان چی میکنه بعد از یک باری که شکست خورد یا هم یک مشکل برش پیش اومد، من انسان بی ارزشی هستم، من بد هستم، من زشت هستم، هیچ کس با من همکاری نمیکنه، من بد اخلاق هستم، با من کسی همکاری نمیکنه، من مچم که چیریم زشت است، با من کسی برخورد خوب نمیکنه. دوستای عزیز، شما تلاش برای زندگی خود بکنین، شما برای خود زندگی میکنین. امروز نه به دولت، نه به نظام، نه به خود، نه به احمد محمود کبیر، به هیچ کس ربط نداره که من چیگونه زندگی میکنم. من به خود زندگی دارم، این نمی لحظه زندگی بر خودم است. پس ببین که به هر حالتی که زندگی میکنین بر خود زندگی بکنین. تلاش بکنین، پشت کار داشته باشین و چیزی که میخواین خود بنسین، توقف هم نکنین. بسیار خوب. بسیار یک مثال جالب و عالی زدین و صد افغانی رو پاره کردین. البته من تا جایی که فکر میکنم شاید به کشور ما این پیسه‌ای که پاره میشه پس پلاستر میزنه میگیره و دیگه کشور هم نخواده تو باشه یا هست؟ خب این چیز واضح هست که ما در افغانستان واقعا کارهای متفاوتی داریم. یعنی واقعا تا جایی که فکر میکنم افغانستان عزیز و دوست داشتنی ما سرشار از پروفسورها و دانشمندا هست. و فقط یک سه مثال میخوام براتون بگم. کشور ژاپن و چین بالتی را ساخته. اما نمیفهمه وقتی که چارج خلاص کرد بجویش چارج پیدا میکنه. اما افغانستان کشوری است که بعد از اینکه چارج خلاص میکنه بالتی یک دو بار که میجویش 3 روز دیگه از او کار میگیره. بله. و مثلا ما واژه های مانند او، خاو، یا در لغت نامه دری ما نداریم. ما آب به او تبدیل میکنیم، خواب به خواب تبدیل میکنیم. یا علمیت بله بله, بله. دقیقاً سرشار از پروفسور از گپ شما. خیلی خوب. آقای سروری میشه بگوین که علت همی که یک فرد بیانگیزه میشه چی است؟ بیشتر اوقات دوستان ما خود به خود خود بیانگیزه میسازن. ببینین اگر وضعیت زندگی را بگوین از هیچ کس در افغانستان خوب نیست. در افغانستان نه، بلکه هر کشور را هر کشور دیگه هم که باشد یک دغدغه از خود داره. هیچ کشور دنیا یا هم بالاخره می افغانستان عزیز ما را مصابتیم وضعیت فیلان سر کلگی یکسان است. رنج، درد، غریبی، فقر، بیچارگی، گرسنگی کلگ سر کلگی یکسان است. یک تعداد دوستان ما به این بهانه را گرفته. هر طرف ببین چش گوشه نشین تشویش، ناراحتی، فکرهای منفی. چرا وضعیت تغییر کرده؟ وضعیت که تغییر کرده که چی شده؟ تو چرا تغییر کردی؟ وضعیت تغییر کرده. حالا قرار به این باشه که وضعیت از این بدتر شه. پس ببین یک کار آسان دیگه. هر کی بره قبر خدا بکنه و بره در قبر خواب بکنه. دیگه کار نمیمونه بر ما. وقتی امروز با یک تغییر کوچک ما در خانه خواب بکنم، احمد در خانه خواب بکنه، محمود در خانه خواب بکنه، او ایده از جوانای ما را که به یک ایده و مفکوره ای که دارن مشکل دارن یا برنامه بوده برن از کشور خارج، یک کشور را کی میسازه؟ مثلا ریسفیدو نمیتونیم یک کشور را بسازم. سرور کسایی که فعلا باید ما آسای دستشان باشیم که حرکت بکنن، ما که نمیتونیم کنها را مثلا بگویم شما به خیزین افغانستان جور بکنید، ما دیگه نمیتونیم. ما بیانگیزه شدیم. بیانگیزه شدنشان یک حالت از زندگی هست. بعضی خود بیشتر حالت اقتصادی می باشه، بعضی خود کمی تشویشات فکری خودشان می باشه، بعضی خود نرسیدن به خواسته هایشان می باشه که بعدش میرن تشویش میکنن نمیکنن. و مهمتر از این بیشتر اوقات واقعا دردآور از برای ما در افغانستان کی کار دخالت دیگران در زندگی ما هست. ماشاءالله ایره که ما و شما از این پروفسورها باز بیشتر زیاد در افغانستان وقتی که هر کار زندگی را ما بخوایم انجام بدیم یک نفر پیدا میشه که 100% دخالت بکنه، در حالی که جامعه را دو چیز نابود میکنه، خراب میکنه. یکی سرکشیدن در زندگی دیگرها و دخالت کردن در زندگی دیگرها و مردم را قضاوت کردن. هرگز در موقعیتی که خودت نبودی هیچ وقت کسی را قضاوت نکن. یک نفر غم داره، ناراحت است یا دعوای نداره، همیشه خدا نخواسته مو را بدبخت خطاب میکنه. یک بار خود در موقعیتم قرار بده که چی حالت میکشی، چه حالت میداشته باشی. دومی که ما همیشه بدبین هستیم. دو برادر با مزرد در بین خود جور نیست. دو خواهر قبول نداره که خواهر دیگه در مقابل خوشی بیشتر داشته باشه. مثال واضح تر میگم، البته با مزرد چون موضوع سخنوری باید آزاد صحبت شود. اگر پشت یک خواهر خواستگاری بیه، خواهر دیگه در خانه زمین آسمان میزنه چرا پشت من آمده.
اگر بیادر بران خواستگاری بیادر اگر خودت در زمین آسمان میدن چرا برای من نگرفتین؟ من اینجا ماندگی شما چرا به او رفتین؟ نه باز گذشته از این مسائل مثلا حتی مسائل مثلا میراث و جایداد چیزا که باشه زیادتر سری مسئله فیلان جنجاله در کل این نمی موضوع هست خواستگاری خانوزه بهتر سکتر تسلا داره که وقتش نیست در نوبت است بدبین هستیم خوش نیستیم خوشی دیگر را دیده نمیتونیم راحتی یک نفر درست نمیتونیم ببینیم با هر کدومی جامعه امروزی ما اگر یک نفر پولدار باشد دوز است نامش تو مستقیم دوز میمونیم اگر یک نفر خوشحال باشد میگیم کدام چیز داره اگر کما که آرام و راحت باشه بیچاره افسرده است اگر که تدروی خوب بکنه میگه کلام پلان داره صد صد زیر کاسه کدام نیم کاسه است اگر که میزه شب کنه بد اخلاق است پدر مادرش در بیج داده اگر در کوچه آرام و راحت بره قفاق کاری شه میگیم سه که ترسوره اگر یک دو نفر که قفاق زد میگیم سه که بدموشی داره داره پس اینجاست که ما بدبین هستیم قضاوت عادلانه نداریم قضاوت بیجا میکنیم اصلا قضاوت کار ما نیست وقتی بازم قضاوت رو بیجا میکنیم بازم اینجا بعض دوستای ما ناراحت میشن میره تشویش میکنن گوشه نشین میشن و حالت افسردگی یا دپریشن تشویش دلتنگی برشون رخ میده از زندگی بیانگیزه میشن ناامید میشن دیگه نمیخوان که زندگی داشته باشن پس به این خاطر از دوستا خواهش ممی است کمی دخالت کردن در زندگی دیگران رو توقف بدین دیگه کوشش نکنین که با زندگی مردم اگر واقعا تو فکر مثبت داری به خاطر زندگی از ما اما فکر با زندگی خودت بکن دقیقاً من یک مثال به بارها گفتیم و بازم میگم من هیچگاه در مورد زندگی خود فکر نمیکنم چون اصلا دوستایی که فکر کنن کفایت میکنن ما فکر میکنن تشویش میکنن بس ماست اما دوستایی که زحمت میکشن در بار زندگی ما تحلیل میکنن فکر میکنن اما در کفایت میکنن من خودم در وقت لازم نمیبینم که من بشین در مورد زندگی خود تحلیل بکنم فکر بکنم تشویق بکنم دوستایی که تشویق دارن کفایت میکنن بسیار یک مثال جالب دقیقاً متاسفانه که جامعه امروزی ما شما بیشتر به همه چیز و یک چیز دیگه هم نگفتن اونه که هر چی بیکار شده برای مردم هر چی که یک ذره فرصت پیدا کرده یعنی گپا زیاد شده دقیقاً بله خیلی خوب شما چی باعث شد که بریم سخنوری انگیزشی شید البته گستاخی هم نباشه من از زمانی که کودک بودم خدا یک جرأت فوق‌العاده برام داده بود بیشتر اوقات علاقه‌مندی به مطالعه داشتم بیشتر اوقات علاقه‌مندی به رفتن به مکان‌های علمی داشتم به کورس‌ها داشتم یا ششتن در اجتماعی بزرگاه در بین دوست کلانا در مهمانی ها اگرچه در افغانسا فعلا که خانه ما مهمان نه اول نفر قفاکاری میشه از تاق گوشه میرشت و کاست مخصوص اگر شو شلاب پخته باشیم و چاشت به مهمان برنج آمه پذیم کودک نیاز داره باید اونم شله را بخوره حق نداره برنج دست بکنه حق نداره در خانه بزرگا باید بره باید اون یک کوچه یک در کوچه ساتیری بکنه و خیلی به خود اجازه میدونم که در جمع بزرگا برم بشینم امی باعث شد که ما یک جرأت بالای به خود گرفتم یعنی عزت نفس و اعتماد به نفس ما سرکوب نشد خراب نشد کم کم وقتی سن بزرگتر شد کوشش کردم به مراجع برون تدریس بکنم که تقریبا بیش از 9 سال میشه که تدریس میکنم بخش انگلیسی و موضوعات فن بیان کامپیوتر اینا هم در کل در تدریس است اما در خود انگلیسی 9 سال میشه که تدریس میکنم این می موضوعات باعث شد که من خود قوی و قوی تر احساس بکنم برون به سمت سخنرانی و سمینارها که تقریبا 115 سمینار ارائه کردیم و ادامه هم داره ان شاء الله بسیار خوب بیشتر به کدام مراسم اشتراک میکنین سمینار هم که گفتین یک چیز هست که دوستا در جریان هستند از این لحاظ خیلی پیششان کم هستم تا این سال رسیدیم همه قرغه پغمان که نزدیک ترین در شهر کابل دیگه باغ ها که هست ما تا حال ندیدیم تفریح نرفتیم او رو ما هم ندیدیم همچنان ما چون که سیاحت میگن اینجا که تفریح میگن ما اصلا ندیدیم نمیفهمم کجا هست چهره مبارک چون تا حال ندیدیم بعضی وقت از تصویر تلویزیون میبینم اما از نزدیک ندیدیم بیشتر جاهایی که اشتراک میکنم کوشش میکنم محلات علمی و موضوعات علمی با خود داشته باشه سمینارها کنفرانس ها ورکشاپ ها یا جشنواره هایی که در کل باشه هر قدر هم که دور باشه کوشش میکنم که اشتراک بکنم وقت پیدا میکنم کوشش میکنم وقت بگذارم برشون اما موضوع جاهایی که یا مراسم هایی که بیشتر به غیبت و بالاخره بعضی از موضوعات دیگه باشه کوشش میکنم که اشتراک بکنم به نظرتون تفریح هم خوب نیستن تفریح خوب است اما با کسی تفریح خوب است که سرگرمی و بالاخره کار خوبتر هم داشته باشه مثلا در کشور عزیز دوزاشتنی ما درست از دغدغه ها و مشکلات خواهد دارن یک سلسله از دوستای ما میگن که ما مثلا به خواب زیاد نیاز داریم
به تفریح نیاز داریم. به مثال میتونم مانند کشورهای بیرونی قند بیادر او کشورها خود ساخته، یک جای رسانده، اهداف خود را پیمود کردن، جوانش خود رسانده. جوان 16 ساله کشورهای خارجی میاد برای 6 ساعت واتساپ فیسبوک ما را هک میکنن، اصلا خبر نداریم. جوان 16 ساله ما را امروز گپ بزن نو بجه خطالت خواب نمیخیزه، نو بجه که از خواب خیست 10 بجه و سرحال میاد، نیم ساعت جای خواب دوکت میزنه. بعدش که سرحال آمد تایم درسی در مکتب نو شروع میشه، 12 بجه در مکتب میره، پس یک بجه رخصت میشه خانه میره. سر کار ما چیگونه هست؟ باید ما 7 دفتر حضور داشته باشیم که کار ما شروع شود. 7 باید دفتر باشیم، 8 سر کار میایم، 9 کامپیوتر و سیستم آماده میشه، 10 کار شروع میکنیم، 12 تفریح هست. پس 2 بجه سر کار شروع میکنیم، 4 بجه باید خانه بریم، 3 بجه پس خانه میریم. به این شکل تفریح نیاز نیست. وقتی ما خدمت واقعی به افراد کشور ما و به کشور خود نکردیم، نیاز به تفریح هم نداریم. بهترین تفریح کار است. بهترین سرگرمی کتابخانی، مطالعه کردن، با دوستان نیک بودن، زحمت کشیدن به کشور داد. از نظر من البته. از نظر من تا جایی که فکر میکنم و میبینم جامعه ما امروز نیاز به تفریحات نداره. جامعه ما نیاز به کار و پشت کار داره. دقیقاً. اول کار و پشت کار خود یک جای برسان، بعدش باز هر نوع تفریحی انجام دادی بعدش برو. خیلی خوب، خیلی خوب. باز متاسفانه اکثر جوانان که میبینیم تفریحش صفحات مجازی شده. کلان به صفحات مجازی مصروف هستن و روزشان هم که میبینیم به مو گمست و شبشان هم به مو صبح است. خیلی خوب، کدام پیام یا گفتنی به جوانان داشته باشین؟ اول میخوایم یک فرمول بر دوستا بگویم که بله بفرمایید. این فرمولی که گپی خودتون بیشتر عرض کردیم، میخوایم فرمول چه براتون بگویم. ما در ریاضی میگیم 2 جمع 2 = 4. در فرمول زندگی براتون میگم جوانای عزیزی که گیمای مانند پابجی اینا رو بازی میکنین، این می فرموله که ساکت لاین 44 در ساکت از تلفن تان وصل است و لاین گوشکی در گوشکی در گوشکای تان وصل است. 4 از اون طرف در تلفن میاد و از تلفن میره در گوشکای تان. این فرموله یک بار بسکرانی از بین بره. ببینید شما مصروف بار بکنید، فقط نمیخوام به حرمتی باشه، شما مانند یک سلسله از موجودات روی زمین که در یک تنه بسته میکنن، محکمش میکنن، همچه حالت شده. اگر این نمی لین تو را خطا بتن خوب میتونی هر طرف بری. بله. متاسفانه دونم لین بند موندی. پس کوشش بکنین که اول این زنجیر از بین برین. گیمایی که استفاده میکنین، ببینین شما نفتان یک بار میرسه یا خیر. اگر از اون گیمی که بازی میکنی فردا 2 سال 10 سال بعد 1000 دلار فایده میکنی، ما میگم بازی کن نوش جان. برو یوتیوبر شو، برو یوتیوب استفاده کن، برو تیک تاک استفاده کن، چیزای خوب بنداز. متاسفانه امروز یک چینل یوتیوب جور میکنی موضوعات علمی، یک سال 1000 سابسکرایب نمیگیره. 4 تا 10 بزن پدر مادر مردم با خدا در ظرف 1 میلیون سابسکرایبر میگیری. جامعه ما امروز مثالاش هم داریم. بله. و 2 چیز دیگر هم میخوایم که حذف بکنین. کتاب، ما کشوری هستیم که بیشتر موارد استفاده ما کتابای تعبیر خواب و کتابای آشپزی است. یعنی ما ملت خواب خوردن، ملت خوردن و تعبیر خواب خواب ها هستیم. بین کتابای انگیزشی، کتابای دینی، کتابای معلوماتی را بخونید، زندگی خود را بسازید. بهترین دوستان کتاب انتخاب بکنید. بهترین تفریحتون خدمت به کشورتون انتخاب.